کم کم ما دیدیم که آقای جنتی مثلا الان خیلی بیشتر انقلاب و نظام و اینا رو قبول داره. از اون لیبرالش صادق لاریجانی رو صادق کجا بوده؟ مثلا شک دارم خاندانش اون کجا بوده؟ وصله به کیه؟ وصله به ایرانه؟ وصله به کجاست در واقع؟ حالا به هر حال اینا رو ما کاری نداریم. میخوام بگم شما سعی نکنین این مایی رو که اومدن هممون رد صلاحیت کردن، بی آبرو کردن تو کشور، تو جامعه، این حرفا ماها رو بگین آقا بی آبرو از نظر خودشون بیان بگین آقا شما کوتاه بیان، مملکت چیزی میشه به هم میریزه. ما مسئول به هم ریختن مملکت نیستیم، اونا مسئول به هم ریختن مملکت. شما به اونا به این هشدار رو بدین، ما به همون ظلم شده و باید در مقابل ظلم بیستیم. اونا به ما ظلم کردن، اونا باید ما میگیم تازه به ما ظلم بکنن، از روی همه بردنن. ضمن اینکه اونی هم که ما گفتیم چیز، شما بدونین اون فشاری که شما بیاد بذارین برای اینکه 2000 تا رو اونا تایید کنن، واسه اونا هیچ حساسیتی نداره. فقط اونا نمیخوان این کارو بکنن که روی ما زیاد نشه. ترجمه میکنین؟ خب اون کارم که نکردن کی میشه؟ ما شکست خورده تلقی میشیم اگه این حرکت ما داره. آره نه، ببینید یک جمعی هستند که الان مون 12 نفر آدم اون آخر کار وایسادن دارن یک کاری رو که از توی چند صد حوزه نظارت در آمده میبینن. خب ممکن هم هست که همین که شما میگید باشه، مثلا توی هیئت نظارت استانی که تأسیس شد بالاخره شروع کرد به فعالیت، تصمیم سازی هایی شده باشه تا روز میز این 12 نفر. ولی اینکه این 12 نفر مثلا با هم دیگه نشستن نقشه کشیدن، مثلا پیرمرد 70 ساله جنتی و پیرمرد 80 ساله مؤمن که با هم دیگه همین کارا که شما میگی پیش ببرن تا آخر مثلا به همین ترتیب اینا، نه نه واقعا نه. این یه پیرمرد خدا ترس عادل خاطر هیچ کاری چیز نمیکنن. آقای چیز من وقت ندین، اصلا نوبت منه. ببین هیچ کنجا بزر وایس من حرفم بو بزر بزر بله بزر بله بزر بله آقا ببین بزر بله که در بزر بله اگر آقای خاتمی بزن جمله داره رقابتی دیگه برگزار نشه. خب امروز آقای خاتمی همین دوستان رو دعوت کرد. خب گوش کن، همین ده دوستان رو دعوت کرد. من میخوام بگم داریم سر بیسار میتراشیم. آقای نعیمی پور بود، آقای شکوری بود، آقای بعد مقابلش دیدی صفای فرانی بود. برای اینکه ما روی شما کم بشه دارن همینا صفای میسن پاش. نه آقای خاتمی، من میخوام بگم به اینجا توی جلسه شون خدا شاید ما 800 اینا نشستیم همینجوری سر کله داریم. جلسه شون گفتش که اگر 8 قانون درسته ما اینو نفهمیدیم. گفت اگر جوازه نباشه تو فردا ظهر اگه نباشه اینو من هر کار متأسفانه میخوام بکنم بکنم، به من کار نداره. اصلا گوش کن این 12 تا اینا هم بهشون بگم میخوایم رو بهزاد نوی کم شه که شرعن هم میتونم از خودم دلیل بیارن که چرا، چون بهزاد نوی عین کفر جهانیه، باید عین اسلام اسلام در مقابلش بیست. متأسفانه به من ربطی نداره، هر کار میخوام بکنم بکنم. حالا اومدیم که به اینجا نرسیم دیگه. نه یعنی میخوام بگه نه خودش میگو اگر رئیس جمهور مطلبی که آقای گفتن این تا فردا بالاخره بشینیم راجع به اینا فکر کنیم دیگه، یکی اون حد مشخص بشه. دکترم بگم ببینیم این 80 تایی که تو مجلس اینا زدن اکثریتشون با این آخر اکثریت دردی هم از تو شهر رفتن ها ما تو موضعشون از ما قوی تر هم خانم هم که من هیچ قصدی از حضور شما یک کاری نکنین. شما هرچی این بچه های گردن کلفت خودتون رو چی لتو پار کنن دیگه درسته که ماها الان از آبسرمون گذشته هر 80 تا میگن ما رو تایید نکنیم بقیه رو تایید کنیم، ولی دیگه کسی نمیاد جای اینا رو بگیره. وقتی ببینه اگه یه سخنرانی قبل از دستور کتی آقای جنتی خوشش نمیاد رد صلاحیت میشه دیگه، شما اصلا اوتوماتیک اونایی هم که میاد میشه یه آدمی که اونجا میره توده مت و سنا میده.
توجه میکنی اینا رو بدونی، یعنی شما بدونی دور آشکار کرده ما کامل قبول دارم. ما ببین من میگم که ما بشیم راجب، ما اصلا راجب این بحثا بله منم میگم اختلاف ما اگر همون حدمون رو با هم دیگه ما میخوایم یه کاری کنیم اختلاف نشه دیگه، اینو بهت مشخص کنیم اصلا این روال قبول داریم، این روال تعیین حد رو اگه با هم مشخص کنیم تکلیفمون روشن میشه. شما رو میبینیم نمیدونم، شما میخواین یه چیزی، شما میخواین یه چیزی بگین که مثلا فرض کن اگر یه عده از دیگه از دوستانتون مثلا تو دوره اونا رو قبول ندارم میگین نه والله شما نیستیم، میخوام بشینیم با هم بحث بکنیم تا فاهم برسیم. سلام من میگم اگه همین حد رو تو حدودن حدودن کنید زده دیگه بسید یاری کام صلاحیت آدم رد بکنم دیگه یه شرط دیگه یه حرف دیگه رو میگه که چی آب از سر گذاشت حدودن تقریباً. اگر ما بدونیم یه چیزی شما دست میدیم با ما ما اگر چیزی با هم تفاهم کنید آخرش هم رو دوستان این اتفاقه فقط دارن تو این زمینه که شما ما باید داره بکنم همون با هم یه تصمیم بگیریم مردم مردم تقسیم هم نشه سیستم این چیز دوم خورداد و در آقای خاتمی یه بر بره آقای چیزی یه بر بره همه ما خودمون بین ما اختلاف بیفته تا آخر چیه چیزم باشه که واقعا معقول هم باشه بتونم بایسیم پاش حرف چیزی هم نزنیم وسطش نکنیم، یعنی میگه استفا هم میدیم بتونیم هم با این شرط که تو من میتونیم نس عملش کنیم اگه دیدین نمیشن شما میتونین یه شیوه نظیر فلسطینی های یه عرفات داشته باشین، یه حماس داشته باشین، یه چیز آره اونها اینجا نمیشن این همه جا مفهم داره. خب آلیس بریم فردا قرار کجا؟ فردا قرار کجا؟ فردا بنده آه فردا دفتر آقای شریعتون داره آقای آقای داشت خدمت بنده داشت بیاریم داشت خدمت بنده جاش خوبه آقا، من حساب کردم یعنی خونه تا جاش خوبه آقا، جاش خوبه آقا، جاش خوبه آقا، جاش خوبه نیست کجا؟ جایی من خوبه نیم نفتر چه ساعتی؟ البته همه یه عالم در محضر پرورتگار نو نو نو، ولی ما یک چیزایی داریم یکم بکنیم یکم بکنیم ده خوبه آقا، موقعی خواهد چکار کنیم؟ اما خواهش رو ادامه دیمی که یه حتی نه همین دینه ادامه شما تا دیگه نمی کنید شما نه خیلی رادیو رو داریم انجام میشون نه کنید 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 نه مذاکره نمیری بکنم نه مذاکره یا خود یعنی خوش نیست اگر بگن بیان میریم این جمعه همینه شد خیلی حالا تا اینجاش کنیم بریم ببینیم چی میشه یعنی خدا سمت ماست خدا و زایی قربان از ما زایی خدا و آخر این بحران رو حل میکنیم میریم سر بعدی با دوربینم خدا خوش میگم این بحران رو تموم میکنیم میریم سر بعدی با بحران پشت بحران یکی که حل میکنیم میریم سر من خودم نه
اومده بودن ببینن این گفته آقای نعیمی شد کلیا رو امروز مرخصی شد یارو آورد پس اضافه بست بهت کلیا پس ها تنها کسی که گفت مشکل دارم یکی از اینجا بگیم اضافه بست اگر من 20 کفر موافقت کنم اگه پیاده بشیم باید پیاده بشیم یکی اون بدبخت این آقا آسانسور خراب میشه نامسته سوارش میشه سلام 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 وزرا خوابیدن میکنم آقای چون ببینید تصمیماتی که جمع میخواد بگیره تصمیم جمعه نمیتونه سه نفر آدم دو نفر آدم میشینه تصمیم بگیره برای جمع بعد بیاد بگه که آقا بیاد مثلا یه همچی کاری بکنیم ممکنه من با شما با دوستان دیگه جداگانه نظر شخصی رو بیام بگم ولی این فرق داره با نظر این که ما بگیم آقا یه جمعی میشینن راجب مجموعه بله اگر شما من کرارن اینجا اتفاق افته ما نقطه نظرهایی که شما گفتین یادداشت کردیم بعد رفتیم تو جلسه ای که اون 6-7 نفری که تحسن رو دارن میگردونن مسئله مختلفشون کمیته های مختلف پیگیری میکنن به بحث گذاشتیم که آقا نقطه نظرهای دوستان اینا هست میگه آقا این مجموعه حوادث رخ داده استراتژی پیشنهادی من اینه من میگم تو تحسنم شده این کار شده رأی گیری نکردن از نمایندگی که کیا میخوان تحسن کنن یه جمعی تحسن رو پیشنهاد کرد بعد ما اومدیم امضا کردیم تو این مواقع آقای خاتمی سر 8 داره میگه که فردا ما جلسه داریم من میگم خب آقای خاتمی بگو استراتژی میشه میگه نه دوستان صحبت کنن من صحبت میکنم میگم این نیست رابطه این نیست که شما در مسائل استراتژیک تابع جمع باشید شما به عنوان یه جریان سیاسی هویت خودتون رو حفظ کنید شاید اینجا دو سوم اشتباه بکنن شما اینجا یک سوم رابطه تشکیلاتی با شما دارن اگر اون جمعی که داخل جمع مشارکت تصمیم به اینجا گرفت یه تصمیم اتخاذ بکنه اینجوری نیست که این دو سوم هر چی بکنن انتخاب کنن متشکرم از هم جدا بکنید یک امکاری که ما برای سرنوشت خودمون می‌خوایم تصمیم بگیریم ما به نظر این مسئله رو ما دیشب بحث کردیم مفصل ما یعنی انصراف میدیم استعفا میدیم همه هم گفتن پای این وایساده و اعلام میکنیم که آقا این انتخابات نیست و نه مشروعیت داره نه قانونی هست ما هم درش نمیتونیم شرکت بکنیم بعد هم دنبال اون اعضاب گروه ها میان کار دیم این یک جنبه است قسمت دومی که وجود دارد این است که ما حالا این موضوع رو انتخاب کردیم اگر دولت بخواد این انتخابات رو برگزار بکنه حالا موضع ما در برابر دولت و شخص آقای خاتمی چیست این موضوع جداگانه ای از اون موضوع اول ما ارتباطی به هم میتونه نداشته باشه من معتقدم در قسمت اول ما نباید تردید بکنیم البته امروز ما چون هر روز اوضاع عوض میشه ما باید هر شب اینجا تجدید عهد بکنیم با هم دیگه این خیلی مهمه این اهمیت نه قسم نمیخوام بگم که ما قسم بخوریم ما چون تا روز یک شنبه ممکنه که هزار بار این توپ تا میاد زمین گول میاد بچرخه دیگه ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته ما باید برای استعفا و برای رهایی تصمیم خودمون رو بگیریم در این باره اما ما در برنامه دولت تو بحثایی که اینجا داشتن به شخص آقای خاتمی دوستان دو تا نظر داشتن یه نظر این بود آقا ما که برادر خوندگی و نمیدونم چیزایی ها نداریم هر کی باشه جلو شما بیستیم و حرفمون رو میزنیم و برحال پیش میریم دیگه در حقیقت در اونم یه نظر دیگه هم این بود که نه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم ببینید آقای خاتمی یک جریان اصلاحاتی است که برای چه بخوایم چه نخواهیم در داخل کشور در خارج کشور به اسم آقای خاتمی شناخته شده آقای خاتمی حالا ممکنه که منحرف بشه ممکنه که اشتباه بکنه ممکنه که نمیدونم لغزش داشته باشه همه اینایی که هست
همه ما قبول میکنیم که یکی از حساس ترین مراحلی که تکلیف اصلاحات رو روشن میکنه این مسئله انتخابات مجلس هفتم است. ما در اینجا خیلی نباید دایه دلسوزتر از مادر برای اون اصلاحات باشیم که ما اصلاحات رو از دست آقای خاتمی میخوایم نجات بدیم. من نظر خودم رو دارم میگم در این چیز. آقای خاتمی یک اصلاحاتی رو شروع کرده، یه تصمیم میام میگیره، این روند اصلاحات رو متوقف میکنه، منحرف میکنه اینا، اما اصلاحات که نمیمیره. ما لزومی نداره که در برابر این به اصطلاح اینقدر احساس وظیفه خدایی و شرعی و اینا بکنیم. امر سیاست هست، امر مسائل اجتماعی هست، یه اموری است که هیچ وقت توش این مسائل اصولگرایی یا اونچنانی که ما در جای دیگه داریم راه نداره. ما باید فکر این بکنیم که به چه وسیله این حرکت و جریانی که ما فکر میکنیم درست هست کمتر ضربه بخوره. ما که به پیروزی امروز و فردا نمیتونیم برسیم که فکر میکنیم اگر جلوی دولت وایسیم حالا انتخابات رو میتونیم متوقف بکنیم، یا اگر مثلا چیز شد 6 روز بعد اگر انتخابات برگزار شد مردم چیکار میکنن، اله میکنن، به همچین چیزایی نیست. من احساسم این است که ما اگر بخوایم در برابر دولت و شخص آقای خاتمی بزنیم اولین ضربه رو خودمون میخوریم در داخل کشور. بله ممکنه که 4 تا دانشجوی دفتر تحکیم وعدت و نمیدونم 4 تا استاد دانشگاه و نهضت آزادی و اینا بابا و چرچن برامون بکنن، خارجیان بابا و چرچن برامون بکنن، اما جریان اصلی که داره در داخل مملکت پیش میره لزوما به این معنا نیست که حالا ما بگیم آقا آلبانی کلا شما چی شدید و حالا مثلا یک جریان پویای خیلی زنده و اونچنانی بمونه. ما باید جریان خودمون رو حفظ کنیم. استراتژی که من فکر میکنم باید داشته باشیم این است که ما تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم قطعا. یعنی ما نمیتونیم با این جریان همراهی بکنیم، حالا دولت باشه، شورای نگهبان باشه، مجلس باشه، هر جایی نمیتونیم همراهی بکنیم. اعلام میکنیم این جریان روندی ضد اصلاحاته، برگزاری انتخابات غیر قانونیه، غیر مشروعه. مجلسی هم که داشته مشروعیت نداره، میتونم توش هم بگیم که دولت هم که اگر دولت اصلاحاته حق نداره انتخابات رو برگزار کنه. اما همین تموم میشه دیگه. ما میگیم ما خودمون میایم کنار، استعفامون رو میدیم، اعلاممون رو میکنیم، از اون به بعد کار میشه دست احزاب و گروه ها دیگه. ما در حقیقت این خط فاصل، این فرقان، این مرزی رو که باید بین اون چیزی که فکر میکنیم واقعیت هست، اصلاحات هست و اون چیزی که داره منحرف میشه، در حقیقت این رو اینجا ترسیم بکنیم. به هیچ وجه من سلا نمیدونم که ما از روز یک شنبه هدفمون بشن شخص آقای خاتمی یا شب دولت یا آقای کروبی یا کسای دیگه. ما تو این جریان در حقیقت آب میندازیم به جوب اونهایی که تا حالا میخواستن بین ماها دعوا بندازن برای این کاری که وجود داره. آقا اونم رو ممکنه به دنده کج بندازه، ظرفیت های گیران استفاده نکنه. بنابراین بنده میگم دوباره ما در قسمت اول صحبت و اینجا باز دوباره باید تأکید بکنیم دوستان، بعضی از اخباری که میرسه در تایید صلاحیت ها واقعا نوعیست که بین ما دارن اختلاف میدازن. واقعا میام تجدید عهد بکنیم که آقا اگر تایید صلاحیت شدیم نشدیم هرچی شد ما خودمون پای این وایسادیم که نیام توی انتخابات. این تقدیمون روشن کنیم اگر توان. ما با دعا بکنیم که دوستان شورای نگهبان سرسختی بکنه الان، چون تنها عامل وحدت ما سرسختی شورای نگهبانه. اگر شورای نگهبان یکم عقل داشته باشه، یکم کوتاهیان به یه طرف هم امتیاز بده، ما ها از هم میپاشیم. من نهیم که بیم دعا بکنیم فردا زور شورای نگهبان هیچ امتیازی نده، امتیاز خیلی کمی بده، شاهای کروبی و خاتمی نام بگن آقا فایده نداره، هرچی شما بگید درسته، با هم راه این راه رو بریم. اما اگر نشود ما ببینید تأثیر رو برای چی ادامه میدادیم؟ تأثیر رو برای این میدادیم که مانع برگزاری انتخابات بشیم. ولی اگر دولت فردا آقای خاتمی تصمیم بشه جدی و قطعی بگیره من میخوام انتخابات برگزار بکنم، یعنی ما دیگه معنی نداره تأثیرمون. ما اعلام میکنیم این انتخابات مشروع نیست، قانونی نیست، مجلسش هم مشروع و قانونی نیست. مردم ما هم تلاشمون کردیم اما نمیتونیم دیگه، ما هم در خودمون دیگه شریک جور نخواهیم بود. میریم بعد کار میفته دست اعضاب، گروه ها، سازمان ها، جریان های مختلف که میتونن کار میکنن. به هیچ وجه من به نظر نرسه که تخریب دولت آقای کروبی، آقای خاتمی در این جریان عمل به صلاح ما، به صلاح اصلاحات، به صلاح کشور را چیزایی دید. آفرین آقای رو. خب آقای زمان یه واسه ایش داره من برسه شد. ها عکس میگیرم. باشه. Thank you.
در راستای صحبت‌های آقای خاطری من امشب می‌خوام صحبت کنم. 5 دقیقه است. کی اومدید؟ آقای نوابی خبر دارید بریم؟ اگه خبر داریم باش کنید. بفرمی خبر میپرم. موضوع بسته شده یه خبر داریم باش کنید. از هر تو خاکی هم حرکت نداریم. آسفال خبر حرکت من ندارم. فقط این نشستی که با آقایون گذرا داشتیم میتونم گذاری کنم. آقای نعیمی پور و آقای خالقی و از این دوستان دیگه هم بودن تو جلسه. بفرم خلاصه ایشون همراه با تصویرم میتونه براتون خبر بشه. از حضور شما که دوستان عمدتاً اومده بودن اینجا که از خواسته های متحسنین مطلع بشن و ببینن متحسنین چه شرایطی دارن برای مثلا خاتمه تحسن یا خاتمه حرکت های بعدی. البته من اون کلیاتی رو که از قبل میدونستم همون چیزهایی که نمیدونم 3250 که رد صلاحیت شدن اینا دوستانم کم و بیش همین و همین زمینه از پیش این کسانی که غیر قانونی رد صلاحیت شدن خواهر بازگشتش هست. این کلیاتی بود که گفتیم و اونی که حاضریم از خودمون بیشتر از بقیه مایه بذاریم هم باز این رو گفتیم. دوستان معتقد بودن که شما باید بیاین عملیاتی کنید این حرفاتون و دقیق برین صحبت کنید به ما بگین یعنی چی. ما سه دسته تقسیم کردیم این رد صلاحیت رو. یه دسته اونایی که بی‌نام و نشانن و رد صلاحیت رو بی خودی شدن، غیر قانونی رد صلاحیت رو بی‌نام و نشان هم هستن، کسی هم دنبال کار جونید. حالا الزاماً چپ و نمیدونم دوم خردادی و اصلاح طلب و اینا ممکن نباشه. یه دسته کسانی هستن که اگر صلاحیتشون تایید نشه، خود آقایون میگفتن حالا رسیدن به 140 خورده ی حوزه که غیر رقابتی میشه. آخه در این زمینه وزارت کشور 180 تا اعلان کرد، وزارت اطلاعات 115 تا اعلان کرد، حالا با تحقیقات رسیدن به 143-4 تا مثل. یه دستم اینا که بایستی بیان تا این حوزه ها توش امکان رقابت واقعی باشه، اونم نه سیاهی لشکر. مثلا یه کسی باشه درسته که اصلاح طلبه ولی مثلا تو حوزه 200 بیشتر رأی نمیاره، اونو تایید کنن. اونی که رأی داره اونو تایید نکنن. نه، منظور از اون دسته دوم کسانی بودن که قدرت رقابت با جناح محافظه‌کار رو دارن. این دسته دوم. دسته سوم هم دوستان مطرح کردن که کسانی باشن که تو مجلس بالقوه اگر مجلس آینده تشکیل شد و اصلاح طلبات توش راه پیدا کردن، کسانی هم باشند که بالقوه توان سازماندهی و اینا هم داشته باشند. یه ده ممکنه وجود نباشند ولی هر یه چند تایی هم پیداشن که بتونن اینا رو چیز کنن. نه اون که دیگه خدا بیامرزده. عرض به حضور شما که چیزه این سه دسته رو ما گفتیم از این سه یه ترکیبی باید باشه که این سه دسته توش به اندازه‌ای باشه که همونطوری که احراز عرفی شما میگین به طور عرفی هم ما بتونیم بگیم که این حرکت به یه نتیجه رسید ما متوقفش کردیم. اگه نشه گفت اینو به طب توقفش امکان پذیر نیست. اونها هم یه مقدار به ما نگرانی هاشون رو منتقل کردن که اگه حرکت شما ادامه پیدا کنه استعفا بدین، مجلس تشکیل نشه، مردم تو انتخابات شرکت نکنن، شما شرکت نکنین، خیلی بده واسه نظام، خیلی بده واسه کشور، خیلی بده واسه دولت. این حرفا خب خیلی بحث و گفتگو شد و رد و بدل شد مطالب.
و ما با اونها یه توصیه هایی کردیم که اولا قدرت دولت رو کم نبینیم تو این ماجرا، ثانیا توان ماها رو کم ارزیابی نکنیم، ماها بالاخره این متحسنین هم توانایی هایی دارن که میتونن به کار بگیرن، کوتاه نیاییم روی این توانایی ها. ثالثا به جایی که به ما زیاد فشار بیاریم که تحت مورد ظلم واقع شد، ما یعنی این 3000 تا به جایی این بریم به اون که بگیم شما ها ادامه بدین نظام اینجوری میشه، اینا به اونایی بگیم که این ظلمو کردن و سبب این مشکلی شدن، نه به ما ها. خلاصه قرار شد دوباره 10 صبح فردا نشست داشته باشیم. چیزی که از ما انتظار دارن 10 صبح فردا اینه که بگیم این 3 دسته‌ای که میگیم که باید صلاحیتاشون تایید که یعنی چجوری. یعنی مثلا فرض کنیم 2500 تا بینامه نشان اگه هست دوش، چند درصد اینا قبول شما قبول میکنیم؟ اون کسانی که رقابتی باید برن چقدرشون رقابتی برن و مثلا نوعاً کیا؟ فرض کنیم حتما آقای دکتر توفیقی از کاشان باید بره، یا مثلا یکی دیگه هم اگه هست بیرون که مثل ایشونه میتونه بره. بعد تا فردا ساعت 10 صبح دوستان بگم، من پیشنهاد میکنم دستور جلسه فردا صبحتون این باشه که خب ما اون چه که فکر میکنیم عاملی میتونه باشه که اگه حاصل بشه ما توقف میدیم به حرکتمون و حرکت جدید شروع نمیکنیم چیست، که خب بالاخره مذاکره است دیگه، بریم به طرف مقابل بگیم و طرف مقابل یعنی وزرا بگیم، وزرا به طرف مقابل منتقل کنن این مسئله رو و بتونن رو کار کنن. تأکید داشتن که سعی کنیم که جبهمون متحد باقی بمونه و از هم پاشیدگی توش ایجاد نشه. نکاتی بود که گفتن، حالا اگر که موافق باشین صبح این کار بکنیم. اینجا فقط موجهش بدم به شما که قاطع ترین و بهترین موازی را آقای معتشمی و این خیلی خبر خوب و خوشی از استانداران خبر داریم. حالا من از اون جلسم بناش بر این شده که شنبه ساعت 4 بعد از ظهر همینجا تشکیل بشه توی مجلس و تصمیم گیری کنه، یه تصمیم گیری مقدماتی بکنه. یک شنبه بعد از ظهر شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اون تو این تصمیم گیری رو ببره، بلکه بتونه اونجا رأی عمومو بگیره. ضمناً اون عزیزان خواهش میکردن که از مثلا نه به عنوان نماینده متحسن، چون نماینده متحسن عضو گروه هیجدهگانه نیست، ولی خواهش کردن حتما دوستان مشارکت آقا رضا و آقای شکوری راد شرکت کنن تو اون جلسه که بتونن تو جلسه یک شنبه که بتونن نظرات متحسنین رو خوب منتقل کنن به اون جمع در واقع. این هم از این دو تا جلسه وزرا با شورای نگهبان داشتن، فضای اونجا چطوره؟ فضا اونجا گفتم برای اینکه در حوزه ها رقابت ایجاد شد میگفتم خوبه یعنی منطقه نمایندگان فعلا استثناء کردن، منطقه اینا کوتاه نیومدن، اونا استثناء می کنن، میگن نمایندگان رو فعلا بحثشون بذاریم فعلا. آخه دیگه نمیدونم چرا، نمیدونم از خودتون بپرسین که چرا بی صلاحیتی، چرا از من میپرسین؟ شما رئیس صدا آقای دکتر شفیعی خبر شما چیزی داده اضافه و نه از این خبر، از جای دیگه جلساتی که داشتید مثلا با آقای کروبی این خبر نه یعنی من میدونم من گفته شده نگفته شده اینا شما گفتیم خوب بوده، من بیشتر از شما نشیدم، شما بودید نشست خوبی بود، فرقش کنید. و
عملا امکان این که مثلا بشه چیز کرد از بین رفته و اینجور نیست، چون قبلا صحبت شده بود یه موقعی که مثلا جمع متحسنین خیلی من نمیم گفتم اون تو اون جلسه ای که گزارش دادم که این جمع مثلا جمعی نیست که چیز باشه و دیگران دارن مثلا نگه میدارن این جمع و مثلا اینجوری هست و اینها بودم، بالاخره تشریح کردم که این وضعیت نیست و این جمع الان انسجامی داره، یه هویتی پیدا کرده خودش الان جمع متحسنین و هر شب هم میشینن تو جمع عمومی تصمیمات گرفته میشه. عرضم به حضور که در مورد فضای عمومی هم گفتم به هر حال اگر فرضم بکنیم که کسانی هم تایید بشن از این مجموعه، اونقدر وضعیت به اصطلاح فضا جوری هست که حتی اینایی که تایید شدن هم امکان این که بتونن مثلا برن و بخوان فعالیت بکنن ازشون سلب شده و اینجور نیست که حالا مثالایی هم زدم و اینا که من دیگه اینا رو خیلی اینجا نمیگم، حالا شاید اینا که من گفتم به همین مسائلی هست که دوستان میدونن. خود آقای کروبی موضعش این بود که خیلی در هم بود و فکر میکرد، میگفت نمیدونم که چی میشه و چی کار میشه و اینا. اون جلسه یاد رئیسه که من آخر جلسه یاد رئیسه رفتم تو، بعد که دوستان رفتن دیگه من با کروبی نشستم صحبت کردم. خدایا که اونجا هم آقای کروبی گفتن من نمیدونم دیگه، حالا مثلا اینجوری که بگن شما چی کار بکنید نبود موضعشون، بود هر کاری خودتون دیگه میکنید دیگه، من حالا مثلا در مورد استعفا من نظرم موافق نیست ولی دیگه هر کاری خودتون میکنید میکنید دیگه. خیلی ممنون از همه دوستان، شده که خسته نباشید، بحث رو صورت جدی پیگیری بکنید. از همه دوستان هم باید بحث هایی که شده احتمال کرد و کم خواهیسا رو خیلی میکنم. با شیخ محمدی بگیر، شیخ محمدی از این صرف دلفان هم درد میکنه. من گفتم گفتن آخه بالاخره به ما بگیم که نظر من رقابتی رو هست کنیم، آقای پیشاد روشنی بگیم ما رقابتی رو هستی رو گفتیم که تا حالا خودتون رقابتی چرا شما رو بزنم چرا رو بزنم اونه داشتیم خرد کردیم ولی یه خلصه را کامل خیلی خلاصه اجدار التماس کردم که کس نکنیم، گفتنم و گفتنم این که شما هم میگی خیال میکنیم ما هم که سوت بزنیم 22 میلیون آدم دیگه میادن رو بایستند و شما میگفت شما ها بگین میاییم مجمع بگه میاییم که بدون خرداد بگه آقای خاتمی بگه آقای کروبی مردم میریزن بایستند و بودن گور خوندیم همچین خبرهای نیست. ما الان 18 روز چیز کردیم نظرسنجی رو نشون دادم دست آقای شکوری نمیدونم هست آقای شکوری این که 54 اینی هم که میگین هیچ طرف نمیتونه پیروز بشه پیشنهاد ما همینه. وقتی ما میگیم شما بگین انتخابات نمیشه برگزار کرد معنیش نیست که ما پیروز شدیم یا اون طرف، یعنی به هر دو طرف فرصت دادن دوباره فکر کنه ببینه چی کار باید بکنه یه راه عاقلانه پیدا کنه. دارو گفتیم و آقا حرفای شما هم کلیات چه قبول دارم ولی معتقدم پیشنهادهای عملی بده. شما سه روز قبل که شروع کنین می اومدین به ما میگفتین، از ما اون موقع کفمونه میپرسیدین، نه حالا بعد از اینکه رفتین
300 تا 200 تا اسم دادین اونجا که چیز کنن، که اونا بدترین کارم کردن. اگه بیان این 300 تا رو بپذیرن و 3000 تا رو رد کنن، همین دو تا رأی هم که ما تونستیم در اثر این کار بسازیم از بین میبریم. ما دنبال دو کاریم، دنبال جلوگیری از رد صلاحیت غیرقانونی و دنبال جلب و جذب مردم به پای صندوق های رأی. ما از احساس مسئولیت میکنیم که مردم رو بیاریم. شما با این کارتون مردم هم همونی که گفتن به ما اینا جنگ زرگری معامله میخوام بکنن، اینا کاملا تثبیت میشه. آقای شریعت مداری دیگه آخرش گفتش که این چیز و شکوری و نعیمی رو شهادت نمیگفتم، من از همه شون کنترم، امروز من سینجیم میکردم و نکنه بری سازش کار اونجا مثلا باج بدی و این حرفا. روی سرکان در اینا 15 نفر از خواهرها بودن که خلاصه سعی میکردن جلسه رو به هم بریزن. برای که ضوابط شرعی رعایت بشه، خب آقایون نبودن، از خواهرها رو مأمور کرده بودن که بیان خلاصه مرگ بر وکیل آمریکایی و مرگ بر زنده بودن. من اصلا به ولی فقیه کار نداشتم، این صحبت در مورد ایشون نکرده بودم، ولی تمام صحبتشون منه. سوالم اینه که چرا توی این جلسات آقای وزیر اطلاعات نمیان؟ چرا وزیر جلساتی که هم با آقای نبوی و آقای شکوری و آقای داشتن و اینکه سروز نامه من خوندم که جلسی که تشکیل دادن روی رشوه نگهبان، سه وزیر بودن معاونین وزارت اطلاعات بودن. نه وزیر اطلاعات بوده. من سروز نامه خوندم که اینجوری یا اصلا نظرید بشود در معنا مردم هم با تون هماهنگ باشن و مردم بدونن اصلا چه خبره. الان میگم مردم مناطق خیلی نسبت به این موضوع تصویری ندارن، ضمن اینکه تو بعضی از استانها مثلا فرض کنم توی شهر متوسط یا بزرگ یا کوچیک، چون 6 تا 7 تا کاندیدا معرفی شده، تصویری برای مردم نیست که این 6 7 تا با هم در یه سمت و سو هستن یا نیستن. فقط میبینن مثلا 6 نفر 7 نفر دارن رقابت میکنن، نمیدونن که اینا همونطوری که آقای ادبان گفتن، اولا خود اونا نمیدونن پلکون یکی دیگه هستن، مردم کوچه و بازار هم اصلا نمیدونن که چه اتفاقی پشت سرش داره میفته. اینم اینو خیلی از دوستانی که امروز هم آقای نووی که پایین فرمودن، یه دی از دانشجو من باز مراجعه کردن که گفتن اگه میشه شما این اسامی رو بدین روش کار بشه، چون اسامی نباشه مردم به دلیل همون رقابت معمولی خیلی اصلا نمیدونن چه شرایطی هستش و شهرها ممکن اصلا بالای 50% مشارکت وجود داشته باشه، اون طرف هم با یه رأی قابل قبولی بیاد، ولی اصلا مردم هم ندونن فضاش چگونه. راجب جاش میشه چیز کرد، ولی مثلا به دانشگاه تهران و مسجد دانشگاه تهران و این برنامه عصر رو حالا یا هر روز یا یک روز در میان اونجا ما ادامه بدیم تا چی؟ دلیل اینم که باز معتقدم که این کار ما دیگه ادامش معنا نداره، این که روز شنبه در واقع اون بحثی رو که ما با شورای نگهبان کردیم تموم میشه. ما بحثمون این بود که تا آخر مهلت که شورای نگهبان باعث اعلام میکنه روز شنبه است دیگه، روز شنبه این بحثی که بین ما و شورای نگهبان بوده در واقع تموم میشه و دیگه معنایی برای ادامه کار ما به این شکل وجود نداره. ولی طبعا باید این حرکت رو ما تا انتخابات بیرون ادامه بدیم و این جمع متحسن دیگه تحسن اعمال نداشته باشه، برای اینکه ما بتونیم از کل پتانسیل های جامعه استفاده بکنیم و تحرک داشته باشیم و این ایرادایی که بعضن هم میگیرن واقعا وارد نباشه. پس ما مبارزه رو ادامه میدیم، اعتراض رو ادامه میدیم، ولی با یه عنوان دیگه، یک تغییر اعمال داده بدیم. قطعا باید تغییر خواسته بدیم، چون ما خواسته ای که آقای منظوری گفتن برای یه مطلبی ما اومدیم تحسن کردیم، حالا فردا شب دیگه مشخص آخر شب، یعنی روز یک شنبه صبح اول وقت معلومه که خواسته ما یا برآورده شده یا نشده. و ما قطعا باید خواسته هامون با توجه به همونطور که آقای شمس هم گفتن روز یک شنبه چند گزینه رو ما به عنوان مثال من میگم، مثلا به عنوان مثال بحث قانون مطبوعات، بحث